اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. روزی که می آیم در کوچه های کودکی هایم هر گوشه یک لاله می کارم. بارانی از اشک و سرودم در سرو با یاد یارانم بر لاله های عشق می بارم. از پای سرو کوکبیه تا شب شاپور آواز می خوانم. آن سو که می دانم یک پنجره بر روی من باز. این تازه آغازه. هر گوشه یادی از دلم باقی. آن گوشه تصویر جوان پیداست، این گوشه پیرم همچنان ساقی. روزی که می آیم یک کوچه را با بوسه هایم زنده خواهم. بر تارکش نام بلند آواز ایران را تا روز رستاخیز آینده خواهد. علیرضا نوری‌زاده با اینترنتی که اذیت میکنه از راه دور درود میفرستم و امیدوارم این مشکلات رو بر من ببخشن. پیش فقط وظیفه شناسی به من میگوید باید برنامه تو انجام بدی و نگران قطع و وصل نشی، خصوص وقتی که در کنار دکتر سازگارایی هست که ماشاءالله میتونه همه جا شروع کنه و هیچ مشکلی هم نخواهد. درود میفرستم به دوست و عزیزم دکتر سازگار. عرض سلام و ارادت دارم خدمتتون آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. بله من ناچارم یه خود از پشت پرده به بینندگان گزارش بدم، بینندگانم در جریان باشن. برنامه زنده است و همین چند دقیقه قبل از برنامه اینترنت آقای دکتر نوری‌زاده که در مسافرت هستم بازی در آورد و دوستان فنی به من آموزش میدادن که اگر آقای دکتر قطع شد من برنامه رو شروع کنم. راستش آقای دکتر دل تو دلم نبود، برای اینکه من که مثل شما اینجور شعر زیبا نمیتونم بخونم و بعدم ببخشید خری در پوست شیر میشد من اگر میخواستم به جای شما برنامه رو شروع کنم. برای خوشحالم که فعلا اینترنت شما داره همراهی میکنه و در خدمتتون هستیم و چشم همه ما به شما روشن. سپاسگزارم دکتر عزیزم. اجازه بده سوال یه خود نسبتا طولانی رو عنوان بکنم، چون در این روزها مصاحبه شدم، چیزا رو شنیدم و دنبال کردم. حضور درز بکنم این نمایشنامه مسخره انتخابات که آقای کرباسی به خوبی تشبیهش کرد به استنداپ کامیدی. معمولا در استنداپ کامیدی نفر هست و او میاد صحنه تعریف میکنه حرف خنده داری میگه تو امریکا خیلی دوسته تا تلویزیونی هست که من واقعا دلبسته اون استنداپ کمدیاش هست. اون تا استنداپ کمدی جمهوری ولایت فقیه که تهوع‌آور، یعنی چیزی که آدم باورش نمیشه. یه قاتلی میاد اونجا ثبت نام میکنه، یه دزدی مثل زاکانی راحت میکنه. پور محمدی بود دکتر در جریان کشتن دخترموش خانم برقعی
توسط فلاحیان، این آدم یک کلمه حرف نزد، یک کلمه. و اخویشون هم که خب ماشاءالله بردن و خوردن، خودشون هم که همه نمونه های اینا. بعضی هم به اعتقاد من اومدنشون جنوب مثل احمدی نژاد که اصلا خب برای چی اومده، یا وحید حقانیان که تعبیر من این بود که احتمالاً خودش پاشده اومده، ولی آقا بهش بگه تو رد صلاحیت میشی، میگه به روی چستم ان و تاعت. بعدم آقا مدعی بشه ببین چه شورای نگهبانی دارم، نوکر منو رد صلاحیت. اول نمیپرسه این نوکر تو اصلا صلاحیت داره، بقیهش مال خود. میرسیم به نخبگان نظام که آقای علی لاریجانی مدتی مقهور بودین سنم و حالا جواز دادن بیا شرکت. یا آقای قالیباف که کلک زد تو مجلس گفت من نمیام، حالا به گونه اومده که آقا فرمودن من داره همین دور. کسانی مثل آقای عبدالناصر امتی، آقای صادقی و اینا که حالا حرفایی هم میزنن، یا آخوندی که اومد اون حرفا رو زد. من دلم خواهد همه جا شما صحبتم کردیم، ولی اینجا شما مجال فراوان دارید ارزیابی تحلیلی خود از این نمایشنامه عنوان کنی و بگویی آیا این گزینه خود خامنه ای بود یا به نوعی بهش تحمیل شد. چون خیلی ها میگفتن تموم، آقا مخبر رو انتخاب کرده، میاد یکی رو میذاره بغل دستش، سه نفر اونا هم بعدن مثل زاکانی و الباقی میرن. ولی الان صحبت کسانی میکنن که نه، خامنه ای زاکانی رو برده که بشونه بر تخت مثل تحفه آرادان و این یه همچی بازی. من طولانی گفتم برای که شاید وسطش من نتونم مرتب حرف شما رو قطع بکنم، ولی خواستم این رو ارزیابی بفرمایید. خواهش میکنم، لطف دارید. منم عذرخواهی کنم، منم در مسافرتم و شاید کیفیت صدا و تصویر به مطلوبیت موقعی که در منزل هستم نباشه. به هر صورت بینندگان به بزرگواری خودشون باید من و شما رو ببخشن. از شبت های دکتر نوریزاده اجازه بدید یه قدم، یعنی برزه 10-15 روز برم عقب، و اون این که الان که مدارک بیشتری به دست اومده قطعی شده، من یعنی قطعی رو با قاطعیت میگم که رئیسی رو کشتن، رئیسی رو، هلیکوپترش رو، هم اون به اصطلاح عیب فنی که شفت در اومده، شفت یک و شفت دو رو از کار انداخته، چیزی نیست که در این هلیکوپتر به سادگی اتفاق بیفته و احتمالاً یه انفجار کوچیک کار گذاشتن شفت روی هوا از محورش در بردن، هم عوض کردن هلیکوپتر لیدر با هلیکوپتر حامل شخصیت در آخرین لحظه، اونم هلیکوپتری که بازرسی نشده بوده مشکوکه، هم پارازیت افتادن روی بیسیم این هلیکوپتر مشکوکه، و هم 20 ساعت تأخیر در رسیدن به اون نقطه در حالی که تلفن سریا به اصطلاح تلفن ماهواره‌ای بوده، بعدم خلبان‌ها چه هواپیماهای جنگی چه هلیکوپترها اساساً سیگنال می‌فرستن، نه حالا 40 سال پیش و دقیق جاشون معلوم بود، ولو زمین بخوره طورش، یعنی جوری ساخته شده که با سقوط هم خراب نمیشه. به هر حال همه اینا رو که کنار هم می‌گذارید قطعاً رئیسی رو کشتن. و اینکه چی کشته بیشتر از همه مسئله برمیگرده به مجتبی، کسی که خامنه‌ای در راه رهبر کردنش هاشمی رو سرش رو زیر آب کرده، صادق لاریجانی رو زدن شل و پل کردن، یا هر کس دیگه‌ای که به نوعی مانعی بوده، عزیز جعفری که انتقاد کرد به دفتر مرکز ظرف 10 روز برش داشتن از فرمانده سپاه، و خود مجتبی بساطی داره، امکاناتی دورش داره، 11 سوار سرنوشت بهشون میگن، 11 تا آدمی که 5-6 تاش با مال باباشم مشترکن، آدمای اصلی دورشن، و تخت و تاج رو خلاصه نشونه گرفته که بره بشینه به جای
پدر و رئیسی جرم هستش، غیر از این که هرچی بهش میگفتن میگفت چشم، ولی همین دوره بریاش به سلام مقدادیون، مقداد نیلی و میثم نیلی به خصوص برادرش، داماد آقای رئیسی و بعدم همین اسماعیلی و غیر و غیر، اینها بعدن رأی رئیسی رو میزدن. ولی اصل کار این نبود، اصل کار این بود که دوره بریایی پیدا کرده بود از درون سپاه، از بیرون سپاه، در خراسان، از دوربر آقای علم الهدا که سینه میزدن که رئیسی باید رهبر بشه. و اشکال بزرگش این بود که گزارش هایی که دست شنودای جلساتش در اومده نیست که خیلی جلسات خودش هم حضور داشته و بعدش هم نمی اومده، مثبت ارزیابی میکرده و خلاصه یابو ورش داشته بوده که قبای رهبری رو این یسمن، این مرد ماشین امضای کشدار شاید بتونه تنش کنه. و انقدر هم ساده لوح بوده که رفته بوده این حرف رو با وحید اقوانیان هم زده بوده. بنابراین حالا برگردیم دوباره به صحنه. یک کسی در رأس دولت تصور کرده میتونه رهبر بشه، مثل آب خوردن از سر راه برش داشتن، کشتنش. اینو میگم برای اینکه بدونیم با چه نظامی طرفیم، یک نظام مافیا سالار، یک نظام کلکتوکراسی دوست سالاری که یه تعداد باند مافیایی شیشلو بند، لات، آدم کش و عرشبت که قاچاقچی، اینا دارن مملکت رو اداره میکنن. اما بیاین خودمونو بذاریم جای خامنه‌ای که پدرخوانده بزرگی، حالا رئیسی رو حتما خودش هم رضایت داشته، به همون اولی هم که صحبت کرد الان معلوم شده میدونست رئیسی کشته شده 20 ساعت بعد که حالا رسمی اعلام کردن. خامنه‌ای الان برای اینکه بتونه یک کسی رو جای رئیسی بگذارن، چون کلید شورای نگهبان دست خودشه، دست مشتبه هم نداره، دست هیچی نمیده، چون روحیتن جوریست که حتی چندی پیش، یعنی شاید دو سه سال پیش، بعضی ها پیشنهاد کردن که مشتبه رو تا خودش زنده است بگذاره قائم مقام رهبری که بیاد روی پرده مردم هم آشنا بشن و رهبر بشه، حتی رضایت نداد که پسرش رو قائم مقام بذاره. دیکتاتوره به هر حال و میخواد که وقتی خودش پشت فرمونه خودش دستور بده و تصمیم بگیره. کلید شورای نگهبان دست خودش. لیست الان این 80 تا که خب یه عده‌شون یه قلم فقط ظاهرا خامنه‌ای گفته، اونایی که تو دولت هستن که خب اگه میخوان خدمت کنن تو هم برن تو دولت خدمت کنن، نمیخواد. ولی 20 تایی که احتمالاً ممکن خامنه‌ایش 5 تا 6 تاشون انتخاب میکنه میذاره تو ویترین برای این چپ انتخابات، داره این روزها که ما با هم صحبت میکنیم با خیلی هاشون ملاقات میکنه. تا اینجا که من میدونم مثلا با جهانگیری و این قالیباف و غیره حرف زده. حالا تصمیم نهاییش کیا رو بذاره توی ویترین و مهمتر از اون کیو از تو صندوق بیاره بیرون بعدن معلوم میشه. شاید ما شنبه یا یک شنبه بهتر بتونیم بفهمیم. ولی خامنه ای برای اینکه این تصمیم رو بگیره 4 تا نکته رو باید در واقع بذاره جلوی چشش و به قول برنامه ریزه اپتیماریوم از این 4 موضوعی که او رو احاطه کرده بتونه بگیره. اینطور نیست که اراده بکنه هر کی رو صبح مثلا بذاره اونجا، ناچاره 4 محظور رو به رعایت کنه. و به نظر من این 4 محظور خامنه ای هم به همین ترتیبی است که لحاظ اهمیت من خدمتتون عرض میکنم. محظور اول این که باید یک کسی باشه که مطیع محض خودش و مجتبا باشه و اگر میگن دولت این کارو بکن اون کارو بکن، دیگه مثل رئیسی دم در نیاره و اما چرا نکنه، دوروریای پیدا نکنه که بخوان بگن که حالا نمیشه و رئیسو بزنن و غیره و یه وقتم هوای رهبری به سرش نزنه. به همین دلیل فکر نمی کنم مثلا سراغ دیگه آخوند برن که مبادا چنین بادی به دماغش بیفته. بنابراین اولین پارامتر براش نیست که یه دولتی یه کسی باشه که دولت 100% در کنترل
خودش و مشتبه باشه. محضور دومش این باندای مافیایی ثروت و قدرت هم یا قارت و قدرت. این باندایی که هر کدوم دار و دسته دارن، زور دارن، فشار میارن، یه جاهای مملکت رو میتونن بکشن و دیدیم که رو خامنه ای فشار میارن و تصمیمشون رو به پیش میبرن، یا اگر چیزی میگه اجرا نمیکنن، اگر نخوان منافعشون به خطر بیفته نمیکنن. مثلا میگم شمخانی که اینا بود، ظاهرا پشت پرده قانعش کردن که بیاد بره بشه مسئول مذاکرات هسته‌ای، فعلا دار و دسته او و خوزستانیا و محسن رضا اینا دیگه نیان توی انتخابات. یه به اصطلاح شکلاتی دادن دستشون، قبول کردن برن. و این باندای مافیایی نکته دومی است که خامنه ای هر تصمیم بگیره باید در واقع همونجور که مملکت رو اینطوری اداره میکنه و باج به این و به اون و یه خودت تو سر این بزن تو سر اون بزن، ناچار این محضور رو هم رعایت کنه و کسی رو بیاره که از پس این باندا یا بر بیاد یا بتونه معدل اینا باشه. محضور سوم یعنی نکته سوم که یه لحظه کوتاه به من میدی، یه لحظه کوتاه به من بده، من نمیخوام زیاد حرف بزنم، فقط دو تا نکته به نظرم میرسه تو حرفای شما. آی دکتر صدای منو دارید؟ بله بله دارم. بله من ساکت شدم، صدای شما رو در خدمت هستم. آره خواهش میکنم. بله من چیزی که میخواستم بگم آی دکتر، یکی این که در رابطه با گزینه، در رابطه با قتل رئیسی، بنده یه چیز جدیدم پیدا کردم از یه سرهنگ نیروی هوایی که گاهی با هم تلفنی حرف میزن. او به من گفت به طور قطع هواپیما در درونش یه دیوایس منفجر کننده بوده که احتمالاً میتونستن با ریموت هم بزنن یا ساعت داشته باشه، برای اینکه نوع انفجار یعنی نوع تیکه پاره شدن داییه، برای اینکه در داخل هلیکوپتر، و این موضوعی هم که هم شما و هم بنده از روز اول گفتیم چرا هلیکوپترش عوض شد، اوورهال چرا قبلا نکردن، صدق میکنه که این ماجرا در همون موقعی که رئیسی رفته صد و افتتاح کرده اتفاق. موضوع دوم که شما باز اشاره کردید به نون قندی دادن به بعضی از اینا مثل شمخانی، به نظر من دو سه تا چیز خیلی جالب. یکی این شلنگ تختهی که باقری داره میندازه، برو لبنان، سوریه صحبت کن، به عربستان زنگ بزن، به مصر زنگ بزن، یعنی اردی خودشو وزیر خارجه میدونه و معلومه به هر حال خامنه این وعده رو بهش داده، برادر دامادشه، بالاخره دامادش زحمت میکشه و باید برادرش هم خیلی ببینه از این وصله. و به نظر من این کاملا حرف شما درست که این تقسیم شدن نون قندی هاست. حالا اون که بزرگتره رو میگیره، خیلی ها دارن میگن آقا این که میگیری یا علی لاریجانیه که بی خودی وارد معرکه نمیشد، یا شمخانی که بدو بدو اومد، و یا زاکانی. شما در این زمینه هم اگر اطلاعاتی در اختیارتون هست لطف. بله ببینید، حالا عرض میکنم خدمتتون، ببینید به هر حال این باندای غارت و قدرت قبلا هم صحبت کردیم، ایران الان با نظامی که خامنه ای درست کرده و نظام جمهوری اسلامی در مرحله سوم فساد قرار داره، یعنی این شبکه های فاسد، این سرطان فساد که متاستاز داده همه ارکان کشور رو گرفته، الان صندلی های قدرت رو میخوان بگیرن. و صندلی های قدرت یکی از مهمترین صندلی ها بعد از خود رهبر رئیس دولته، و هر حال دولت تو ایران امکانات زیادی داره و اینا همشون میخوان اگرم اصل صندلی یعنی رئیس دولتی رو نمیتونن بگیرن، اینها میخوان که اگر بشه لااقل سهمیه‌ای در دولت بگیرن یا در چانه زنی ها و فشارهایی که میارن جایی رو بگیرن. به هر صورت محضور سومی که خامنه‌ای باید رعایت بکنه این بحثایی است که دائما وزارت اطلاعات میفرسه تحلیل برای خامنه‌ای،
و حتی اطلاعات سپاه از کف جامعه که این مردم، اکثریت مطلق مردم بالای 92% به طرز ترسناکی به حکومت پشت کردن و به درستی به نظر من تحلیل میکنن که وقتی یک چنین شکاف عمیقی هست بین یک ملت و حکومت، کشور هر لحظه آبستن حادثه است. با یک اتفاق ساده ممکنه شعله اعتراضات روشن بشه و خشکترشون رو بسوزونه. بنابراین این نکته سومی است که به هر حال دست کم متخصصای امنیتی و اطلاعاتی دائما به خامنه‌ای فشار میارن که باید یک کاری بکنی که مسئله این شکاف دوخته بشه، وگرنه امنیت کشور ما نمیتونیم حفظ کنیم. مهسا کشته شد، اتفاقا دیدیم چه شد، هر لحظه ممکن اتفاق مشابهی بیفته. حالا یا توی خیلی ساده توی صفحه چه میدونم گوشت و مرغ ممکنه یه پیرمرد یا بچه زیر دست و پا بره، شلوغ شه، ممکنه که اعتراضات گسترده بشه و ده ها مسئله که توی مقاومت مدنی به این میگن به اصطلاح ایگنیشن یا جرقه که همیشه در اینجور نظام ها میتونه اتفاق بیفته. و محضور چهارم که خامنه‌ای باید در نظر بگیره این نیست که دولت بی‌لیاقت رئیسی، دولت فارغ التحصیلای امام صادق نشون داد که چه فاجعه‌ای در کشور خلق میکنه. یک رئیس دولت شیش کلاسی، نادون، کسی که به شکل آخرین کسی در میمد، آخرین نظری در میمد که باهاش صحبت کردن، کسی که از روی نوشته فارسی هم نمیتونست بخونه، و یه نایب رئیس جمهوری که دهنش رو باز میکنه مثل یک آدم لات بی سواد حرف میزنه و تصمیمات غلط، باعث شده که الان دولت حتی اون وظایف عادی شد که دست کم دستگاه بروکراسی ایران که از زمان رضا شاه تا الان مونده هزاری هم بهش ضربه خورده، یه کارایی رو در اداره مملکت دستگاه میکنه، مثل چه میدونم بازرگانی دولتی به موقع گندم بخره، خوراک دام بخره، یا وزارت بهداشت برداره مثلا دارو بیاره، یه کارهای روتینی که به هر حال در دولت سازمان یافته بود. در دولت رئیسی حتی اینا مختل شد، به شدت مختل شده و ساده ترین کارهایی که دولت روتین داشته انجام بده به دلیل بی‌لیاقتی رئیس دولت و وزرایی که گذاشته یا مثلا رئیس بانک مرکزی که گذاشته که من باور کنید حرف میزنه فکر میکنم یه آدم یه دونه کتاب اقتصاد و خرد و کلان هم درست نخونده، رأس بانک مرکزی کشور قرار گرفته که در همه دنیا بهترین اقتصاددان ها رو میزنن. بنابراین میخوام بگم که این مجموعه، یعنی این چهار تا پارامتر، قاعدتا خامنه ای رو الان که داره انتصاب میکنه، در میاره، لیست میخواد درست کنه، چون قطعا خودش میکنه این کارو، بگذاره جلوی سیرک انتخابات، حالا یا استنداپ کمدی انتخابات یا باقی وحش انتخابات، به نظر من اینها رو بچینه، باید که یه جور این چهار تا موضوع که از چهار جای مختلف بهش فشار میاره در نظر بگیره و به سری اپتیمومی بگیره چه کسی رو بگذاره. حالا با این به اصطلاح ماتریس تحلیلی اگر بریم نگاه کنیم، اون وقت باید ببینیم خامنه ای احتمالا ممکنه کیو فکر کنه که این کارو میتونه براش بکنه. و از نظر من اولین و مهمترین چیزی که برای او هست هم پارامتر اول، یعنی بقیه دنبالشه. دیدیم در صحبتاش هم میگه کسی که خط انقلاب رو بره، یعنی کسی که حرفای منو گوش کنه، کسی که نخواد بره با آمریکا مثلا بسازه، خط مهد اسرائیل و دشمنی با آمریکا رو بخواد عوض کنه، بره تو کار مذاکره و دوستی مثلا، کسی که همین مزخرفات که خامنه‌ای در مملکت داری میگه رو دنبال کنه، و مهمترین که کسی که اگر دست میکنن تو کیسه دولت میگن اینو بذار تو بودجه، اونو بذار اونجا، اینو ببخش، اینو امکانات دولت رو این پروژه رو بده مثلا به ستاد اجرایی دیگه، اما چرا نکنه. من حالا راستش های دکتر خیلی سخته، چون میگن آدم احمق فقط از سیاست پیش بینی میکنه و به نظر من احمق ترین کس هم
کسی است که در سیاست ایران میخواد پیش بینی کنه، برای اینکه ایران سرزمین تضادهای بزرگ و اتفاقات غیر منتظره است، به خصوص در نظام جمهوری اسلامی که همه چیز به یک آدم بیلیاقت به نام رهبر وصله، که دیدیم دیکتاتور ترسو و آدم دمدمی و در واقع به نوعی روانی است. الان به نظر من مدت هاست خامنه‌ای در واقع عقل متعارف به معنی عقلی که دلش به حال یک کشور بسوزه و به فکر کشورداری باشه نیست. ولی من یک نکته رو احتمالاً با شما ممکنه موافق نباشم. به نظر من آقای دکتر، اومدن وحید حقانیان به صحنه مهمترین پدیده این شبه انتخاباتی است که پیش رو داریم، برای اینکه برخلاف چیزی که مطرح وحید حقانیان مثلا رانده شده از دستگاه یا چون نمیدونم تنفیذ رو حکمش رو یه دفعه بوده بعدن رومیز بوده برداشتن دادن ترد شده، از اصلا این حرفا نیست. من مجددن سعی کردم اطلاعات به دست بیارم. ببینید وحید حقانیان 35 ساله که در کنار خامنه‌ای و بعدن مجتبی در همه توطئه‌ها و عملیات بیت رهبری حضور داشته. اگر هاشمی رو کشتن وحید حقانیان همونجا بوده، اگر احمدی نژاد آوردن سر کار همونجا بوده، اگر زدن قلقمش کردن حقانیان همونجا بوده، اگر لاریجانی رو سر بریدن اونجا بوده، اگر کشتار 88 شده یا 98 یا 1401 حقانیان در مرکز حوادث بوده، یکی از سه نفری است که غیر از خود خامنه‌ای و مجتبی کنار اصغر حجازی و نفر سوم در واقع در جریان تمام مسائل اطلاعاتی کشور قرار داره. کسی است که سطحش در واقع به لحاظ اطلاعاتی و اشرافش به زیر و بم اطلاعات کشور بیش از یه رئیس جمهور، خیلی بیشتر از یه رئیس جمهور. مثلا قاسم در رأس اون دفتر اجرایی بیت رهبری، اگر قاسم سلیمانی گزارشی میداد اول به او میداد، به وحید حقانیان میداد، بعد از او میرفت به خامنه‌ای. او در واقع اومدنش به میدون خیلی خیلی به نظر من حادثه مهمی است. الان تا اینجا که من فهمیدم، واقعا نمیدونم انتهاش چی بشه، او در واقع سالهاست که اینو میدونم یکی از اون 11 نفر اصلی است که مجتبی رو میخوان به تخت بشونن و بسیار برای جانشینی مجتبی سینه چاک کرده. در واقع شمشیر برایی بوده دست مجتبی، حتی بالاتر از حسین طائب ایستاده. بنابراین اومدن او به میدون وحید حقانیان تا اینجایی که من فهمیدم در واقع به سفارش مجتبی بوده. اما شنیدم که خامنه‌ای خوشش نیامده. مطمئن نیستم آقای دکتر. شنیدم در واقع از همون موضعی که تا زنده است میگه خودم تصمیم میگیرم، حتی مجتبی حق نداره جای من تصمیم بگیره، خیلی راضی نبوده. به شدت مطرحه که خامنه‌ای ممکنه که حقانیان رو به قول شما بهش بگه که برو کنار یا رد صلاحیتت میکنم. نمیدونم، این دو سه روز دیگه باید صبر کنیم ببینیم چه اتفاق میفته. ولی دیدیم در اولین برخوردی که خبرگزاری تسنیم کردش اومد شاخشونه کشید، چون اونا ظاهرا دنبال قالیبافن و کیهان هم حتی اونو بازتاب داد. خب شما برخورد وحید حقانیان رو میبینید، در واقع تو دهن تسلیم زد، گفت پولای نظامی رو میرین خرج این کارا میکنین، میخواین کاندیدای خودشون رو بیارن سر کار و خلاصه من اگه رئیس جمهور شم پول این چیزا رو جلوش رو قطع میکنم. ببینید از یه موزه بقیه فرق داره. بله یه لحظه قبل از اینکه درنگ کوتاهی بکنیم، ببینید دکتر، وحید حقانیان درسته با مجتبی نزدیکه، ولی گمان من قالیباف از اون نزدیکتره. مجتبی در دوره‌ای که قالیباف حریف روحانی بود کاملا آشکار پشتش ایستاده بود و خیلی‌ها به من میگن آرای قالیباف
به حدی بود که باید به روحانی به دور دوم میرفت، ولی اشاره آمد که نه روحانی باشه و اینو آقای خامنه ای کرد. بنابراین حرف شما کاملا درست، بین پدر و پسر اختلاف وجود داره. ما شاهان صفوی رو دیدیم که پسران رو چطور فدا کردن و این ماجرا تا زمان محمد شاه بقیهشون بچه‌هاشون رو کشتن، برادران رو کشتن، کور کردن. این کور کردن خسرو میرزا شاهزاده لایق به دستور برادرش محمد شاه کور شد. حالا منظورم اینه از این چیزا در تاریخ ما زیاده و اگه اجازه بدیم ما یه درنگ کوتاهی بکنیم و برگردیم در خدمتون و تفسیر جذاب. درود بر سروش دادیار، صدای زلال. چقدر زیبا بود این صدا. دلم برای سورج نگهبان خیلی تنگه. شعرش رو شنیدم و درود بر شهباز. چقدر ترکیب زیبایه. ممنونم علی جان، مرسی برای گزینه ها. خب دکتر برگردیم. بله منم یک چیزی بگم. این آوای تنهایی که بانوی آواز ایران با بانو الهه خونده بود در گلها، اگر اشتباه نکنم گلهای 535، پشت این آواز صدای خانم فخری نیکزاد هست توی اون گلها. من اینو میگم برای اینکه یکی از گلهایی است که من عاشقشم، واقعا بارها گوش کردم. پشتش اکبر گلپا با اون صدای جاودانه شعر مهداد اوستا رو و تار فرهنگ شریف میخونه، من عاشق تنهاییم، اون شعر زیبا رو. الان که اینو پخش کردین من همینطوری منتظر بودم پشتش اکبر گلپا بخون، چون صدای آقای سروش خیلی هم شبیه صدای بانو الهه است. دکتر سازگارا، متاسفانه زمانی که زنده یاد دوستمون آقای ابتهاج اومد بعد از درگذشت مرحوم پیرنیا و سرپرست برنامه گلها موسیقی شد، من باش کار کردم به مدت زیادی. بله. آهنگسازان ما رو درست میکردم، ولی او خیلی با کسانی مثل گلپایگانی با اینا بد رفتار کرد، با ایرج، با اینا، یعنی عملا اینا رو از اونجا گذاشت بیرون. و خیلی خوانندگان مثل پوران، زنده یاد پوران، و تمرکزش رو گذاشت روی جمعی از مردان خواننده و این خب خیلی بچه ها رو آزار داد، به خصوص گلپا رو که انقدر آزرده بود که همینطور تو دلش تا پایان عمرش بود. حالا بگذاریم، ما این حرفا رو با هم خواهیم زد. من همیشه دوست دارم چون خودتم صدای اکبر گلپایگانی به خصوص در دهه 40 تکرار نشدنیه. اصلا وقتی مستم هستم ساقی ها رو خون دستم بگیر اصلا. آره خب دکتر عزیزم، برگردیم به گپ و گفتمون. من باز زیاد صحبت نمی کنم، فقط این اشاره رو می کنم. ظاهرا سید علی خامنه ای گزینه ای رو انتخاب کرد که خیابونی خود شلوغ کنه، جلو خارجی هم پوز بده، بگی ببین انتخابات مجلس اگه نیومدن، حالا ببینید خبر ریاست جمهوری اومده. تا چه حد تو این زمینه فکر میکنید میتونه فریب بده مردم رو با این دلبرای مختلفی که توی پشت پنجره چیده؟ فکر نمی کنم آقای دکتر نوریزاده. ببینید مردم ما مدت هاست تصمیمشون رو گرفتن. حالا انتخابات همین ریاست جمهوری دوره قبلی هم که به زور انتخابات شوراها وادار میکردن تو شهرهای کوچیک و روستاها اگر مردم به شورا رأی میدن میگفتن بعد به رئیس جمهوری هم رأی بدین تا رأی شوراتون رو بگیریم، آمار واقعی بود که تنها 18% مردم در انتخابات شرکت کردن، اگرچه گفتن 40 و نمیدونم 8% شرکت کردن. 18% دارندگان حق رأی آمار واقعی بود و در 1402 سال گذشته 11 اسفند در مجلس دیدیم که باز عدد واقعی 8% مردم بود. البته باز عدد رو تقلب کردن و گفتن نمیدونم 30 و چند درصد و عدد سازی کردن. این بارم مطمئن باشید اکثریت مردم
بالای همین 90%، 92%، هر کی هم بذارن رأی نخواهند داد. برای اینکه مردم دیدن به رأی العین که این کاندیدا با اون کاندیدا فرقی نداره. اصل کاری خامنه‌ای و الان هم مشتبه که معرکه گردون کشورن و این باندای مافیایی. اینا بساطی هن که هر کی هم مردم رأی بدن به هیچ جایی نمیرسه و هر کی هم اومده بدتر هم شده و چه تو مجلس چه توی دولت هر روز دریغ از دیروز، هر سال دریغ از پارسال. و بنابراین فکر نمی کنم هزاری هم حالا مثلا از اینایی که موسومن به اصلاح طلبا و اعتدالیون، فرض کنید چون دیدم آقای خاتمی گفته اگر کاندیدای اصلاح طلبا نباشه من رأی نمیدم، حالا فرض کنید باشه، بین محمد شریعت مداری که به فساد شهرست واقعا به قاطعیت عرض میکنم، یا اسماعیل یا اسحاق جهانگیری یا آقای شمدونم همتی یا عباس آخوندی، از بین اینا فرض کنید حالا یکیشون هم خامنه گذاشت توی ویترین، به فرض اولا که هیچ کدومشون اون پتانسیل رو ندارن، داری جانی هم نداره، به فرض که حالا برگرده و رد صلاحیت و دور قبل لاریجانی رو عوض کنن بذارنش بیاد، مردم دیدن چه فرق میکنه؟ شاید آقای دکتر نوری‌زاده تنها کسی که اگر صلاحیتش رو تایید بکنن که خیلی بعید میدونم بیاد، درصدی از مردم، بازم فکر نکنید موج حرکت میکنه مثل سال 88 احمد نژاد باشه، برای اینکه او هم داخل همین 8% یه دار و دسته داره، بنابراین بخشی از اینا رو میاره، هم با پوپولیزمی که داره و شامورتی که از تو کلاش در آورده و شانسش داده یه موقعی رئیس دولت بوده که 700 میلیارد دلار در 8 سال درآمد نفت کشور بوده، نفت تحریم نبوده، ضمن اینکه بشکه 100 دلار رسیده بوده قیمت نفت و پول پاشی کرده و واقعا بسیاری بنیانهای کشور رو دوره احمدی نژاد ویران کردش. احمدی نژاد بوم گذاشت زیر دستگاه بروکراسی کشور که بدبخت کار میکرد، تمام فیوزا رو برداشت، دست تو کیسه بانکا کرد، بانکا رو ورشکست کردن و این دوزا در واقع دوره احمدی نژاد وارد فاز سوم فساد شدیم که این شبکه های فساد کرسی های قدرت رو بیان دست بندازن و بگیرن. ولی مزالک ممکنه بتونه بخشی از توده مردم رو گول بزنه و شنیدم بعضی ها هم با تحلیل این که این میتونه دعوا درست کنه اون بالاها شاید برن بشتر بدن، ولی بازم فکر نمی کنم حتی اگر احمد نژاد هم تایید بکنن بیشتر از مثلا 20-23% بتونه مؤثر باشه. اگرچه همین اتفاق هم بیفته مطمئن باشید وقت حکومت فورا میاد میگه مثلا 58% مردم اومدن رأی دادن از 61 میلیون دارنده حق رأی، ولی به اصطلاح به قول حکومتی ها جریان انحرافی و احمدی نژاد جریانی است که اینها خون به جگر آقا کرده در اون دور دوم ریاست جمهوریش، خیلی نامحتمل به نظر میرسه که خامنه‌ای بخواد غلط کردن بکنه دوباره. حالا احمدی نژاد اومده رد صلاحیتش کردن، این بار بار سومه و بخوان اونو بردارن بیارن بذارن، بنابراین بعید میدونم، انقدر زوری هم نداره که بگیم زور میاره و با یه تیغه چاقویی داره که میتونه بذاره مثلا بیخ گلوی خامنه‌ای و مشتبه بتونه بیاد تو میدون، ولی شاید تنها کسی باشه که بقدر افرش ده درصد شرکت کنه وگرنه مؤثر واقع بشه. وگرنه آقای دکتر به نظر من ترن آوت این به اصطلاح انتخابات هم به سختی یه چیزی خواهد شد دور بره بین 8% دارندگان حق رأی ماکسیموم تا مثلا 12%. اتفاقا این عدد 12% عددی است که من تو یکی از گزارش‌های درونی وزارت اطلاعات دیدم که
برآورد کرده بود در بهترین حالت 8 میلیون آدم میان پای صندوق که میشه در حدود همین 11-12%. بنابراین من فکر نمی کنم مردم تصمیمشون رو گرفتن، مردم از این نظام میخوان عبور کنن، فهمیدن که هیچ مشکلشون به دست این نظام حل نمیشه. بنابراین تصور نمی کنم هر بازی هم خامنه‌ای در بیاره، یعنی اون پارامتر سوم که وزارت اطلاعات و غیره فشار میارن که آقا مردم به طرز ترسناکی پشت گردن به حکومت و شکاف بزرگ ایجاد شده به خصوص بعد از انقلاب ژینا، اون به این سادگی قابل پر کردن باشه. تا خامنه ای و نظام ولایت فقیه و این بساط دزد سالاری و باندای مافیایی هست، فکر نمی کنم راهی برای آشتی با ملت باشه. چاره ای نیست جز این که این نظام باید به زیر کشیده بشه و منطقی ترین گزینه هم البته این است که در یه مقاومت مدنی گسترده و حضور میلیون ها نفر از مردم بشود که این گذار رو به صورت مسالمت آمیز انجام داد و قدرت رو در حالی که به زیر میشه بشه تسخیر کنن مردم که مملکت هم در امان باشه. دور بازتاب خارجی رو تا حالا چه جور ارزیابی میکنید و اینکه خامنه ای به نظر من خیلی روی عامل خارجی و واکنش خارجی تمرکز کرد، همین بازی که تلاش میکنن با مصر رابطه برقرار کنن، این نشون میده که میخواد بگه ما در اون مسیر داریم میریم و آقای رئیسی این کارا رو کرد و آلهش کدوم رئیسی بدبخت نبود نه امیر عبداللهیان خودش، الان هم میخواد همین نشون. حالا منظورم اینه که خارجی تا چه حد اهمیت میدن به انتخابات ریاست جمهوری و تا چه حد روی نتایجش ممکنه مثلا مهم باشه براشون یا نه. ببینید خارجی ها که میگیم، فرض کنید مثلا امریکا، دولت امریکا مدت ها سالان امریکایی ها این رو فهمیدن که در ایران رئیس دولت ها هیچ کاره. من اون اولی که امریکا آمده بودم خب احمدی نژاد رئیس جمهور بود با اون کاپشن ماهیگیریش به قول امریکایی ها و حرفای عجیب غریبی که میزد و دلقک بازی هایی که در می آورد یه مقداری توجه جلب شد و تصور امریکایی ها از رئیس جمهور وقتی می گفتن یه چیزی مثل رئیس جمهور خود امریکا بود که همه کار است. خانم رایس یه بار به من میگفتش که محسن تو این واشنگتن رو باید ادوکیت کنی، آموزش بدی، چون من وقتی اومدم امریکا حرفم بود که آقا اینا اصلا کاری نیستن، رئیس دولت کاری نیست، همه کاره تو کشور رهبره و این تو کلتون نره که رهبر یه رهبر مذهبی است. چون امریکایی همچین تصوری میکردن در محافل به خصوص بعضی اندیشکده ها یا حتی دولت. الان به قاطعیت عرض بکنم آقای دکتر، میدونن دستگاه های اداری امریکا، مطبوعات میدونن که در ایران انتخابات قلابی رئیس دولت یا بقیه مشاغل مجلس غیره کاری نیستن و یک کسی به نام رهبر با شورای نگهبان در واقع همه انتخابات ها رو کنترل میکنه، همه مسببات مجلس رو کنترل میکنه، سیاست های کلانش رئیس دولت باید در این چارچوب حرکت کنه، همه چیز دستشه. بنابراین اهمیت چندانی نمیدن، کمون که در اخبار نمیبینیم ما چیزی. الان انتخابات مکزیک که خانم کلودیو شینبام یه خانم برای اولین بار در این کشور 130 میلیونی به ریاست جمهوری رسیده بسیار بسیار مطرح تره در مطبوعات نه امریکا بلکه تمام مطبوعات غربی، چون خیلی هم اهمیت داره. ولی در مورد ایران چیزی نیست. فقط یک نکته رو عرض کنم، مجله اکونومیست که انصافا یکی از بهترین مجله های دنیاست، اگر نگم که شاید بهترین مجله دنیاست، برای اینکه تمام مقالاتش از جنس ژورنالیسم تحقیقیه و اتفاقا همین دیروز خبرنگارش با من صحبت میکرد داره یک چیز تحقیقی تهیه میکنه، مثلا سه ماه داره زحمت میکشه، سه ماه دیگه هم کار خواهد کرد. آخرش خوشحالم بود که سه صفحه از مجله به او اختصاص خواهد یافت.
اینطوری تهیه میکنن. اکونومیست یک مقاله تهیه کرده بود راجع به انتخابات ایران، به نظرم خیلی دقیق بود و در واقع همین موضوع رو گفته بود که اولا مجتبی قراره به تخت بشینه و مجتبی یه دوروری هایی داره که گاهی میگن که بره محمد بن سلمان ایران بشه و گفته بود اگر محمد بن سلمان به ایران سفر هم بکنه این میتونه نشونه هایی باشه، ولی به خوبی تحلیل کرده بود که در ایران مسئله انتخابات خلاصه کشکه و این رهبره که همه چیز رو میچینه. میخوام بگم اونجاهایی که ژورنالیسم دقیق تری هم دارن غیر از حالا محافل کارشناسی دولتی، اونها هم چشمای بینایی دارن و حرفا رو میفهمن، یعنی در واقع همین حرفا رو میزنن که ما هم میزنیم که به هر حال ایرانی هستیم و خیلی بهتر جیکوپوک مملکت رو میدونیم. لذا در غرب آقای دکتر خیلی اهمیتی نمیدن، بخصوص این که الان در انگلیس هم خب انتخابات در پیش تو ماه جولای و حزب کارگر احتمالاً میگن برنده میشه، اون هم یک پای ماجراست در اروپا و مسائل دیگه. اما راجع به منطقه آقای دکتر نوری‌زاده، دیدیم خامنه‌ای صحبت که کرد اومد و دوباره رو همین طبل کوبید که خب دوست شما آقای محمود عباس و به حق دولت فلسطینی توی دهن خامنه‌ای زدن و خجالت توی خامنه‌ای گذاشت کنار و گفتش که این عملیات طوفان الاقصی خلاصه سر زمانش بود و صلح توطئه صلح و خلاصه خونسا کرد، منظور صلح همین عربستان و اعراب و غیره با اسرائیل بود و واقعا به درستی اطلاعیه دولت مستقل فلسطینی بود که این حرفا به معنی قربانی کردن ملت فلسطین پای امیالی که منافع ملت فلسطین در اون نیست و فاصله داره با منافع و دولت مستقل فلسطینی. و خب واقعا هم همینطور خامنه ای این جنایت رو در غزه به دست حماس اب شد که این اتفاق در واقع باعث شد که تو از دو طرف تا الان نزدیک به 40,000 نفر کشته شدن وحشیگری ها و غیره، فقط برای اینکه همین صلح رو ببره روی هوا و روی این تب میکوبه. من فکر نمی کنم آقای دکتر در سیاست خارجی حتی مشتبه اگر امیالی داشته باشه بتونن به این سادگی خط رو برگردنن. عرضم رو تمام بکنم، همین امروز من دیدم بزرگترین محموله قاچاق کاپتاگون رو اردنی‌ها در مرز عربستان و اردن گذاشته بودن رد شد گرفتن، برای اینکه کاپتاگون تولید حزب الله و سوریه و جمهوری اسلامی است. میخوام بگم این باندای قاچاقچی که منفعت هم دارن، اینا منفعتشون در نیست که وضعیت باشه، رضا نمیگذارن مثل بقیه چیزهای داخل ایران. همون دکتر وقتمون تمام شد، سپاسگزارم ازت، ممنونم که زحمت کشتی بیشتر از همیشه و ما رو خجالت ده. مرسی، ممنون از ده. انشاءالا اینترنت بهتری خواهیم داشت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست گرامیم عضو شورای گذار دکتر محسن سازگارا، تا دیدار بعدی در سایه پروردگار عاشق. Thank you.